خب بخش آخر برنامه من در مورد نامه ایست که 38 تن فعالان اپوزیسیون. اپوزیسیون بنویسید، ولی کسانی که دنبال فعالان نابودی ایران هستن بخوانید. این 38 فعال معرفی بهتون خواهم کرد. منتها قبلش من متن بیانیه اینا رو چون خیلی مهمه کامل میخونم تا بدونین ما با کیا مواجهیم. خوشبختانه بیانیه اینا نگرفت و کسی زیاد خبر نداره و در یعنی کسی جدی نگرفت این افراد ها بیانیهشون رو جدی نگرفتن در فضای سیاسی. یکی دو تا وبسایت ها مثل گویا و دماوند منتشر کردن و من دلیل شک بودم از 48 ساعت گذشته تا به امروز که به این بیانیه بخوام بپردازم یا نه، و میدونم الان بعضا خیلی هاشون هم خوشحالن که من میپردازم چون بیانیه رو میارم سر زبون، ولی لازم دیدم که بپردازم به خاطر اینکه جلوی این نوع بیانیه ها رو گرفت بتونیم بگیریم که اینها میخوان امضا کنن، این کسانی که امضا کنن اصلا بدونن هزینه داره. ما شوخی نداریم، کسی که بیانیه علیه ایران بده هر چند که مورد توجه قرار نگیره ولی بدونن که هزینه داره. و من چون دیدم امضا کنندگان معجونی از جریان بهائیت و صهیونیست هستن، یهودیان حامی اسرائیل هستن، اصلا دیدم لازمه که بیایم اینجا صحبت کنیم. بیانیه رو براتون با اجازه میخونم، عکسش هم میخوام بهتون نشون بدم. اولا این بیانیه است. خب حالا با هم دیگه میریم جلو تا ببینیم. البته من چون بخوام خوب بخونم، آره دیگه، من عکس ها رو من فقط بهتون نشونم، عکس بیانیه رو نشونتون دادم که توی سایت چیز بود، ببخشید اومدیم بیرون. آره ایراد نداره، دوباره بعد چیز میکنم. این عکساشو دیدید، منتها توی سایت گویا اینا هست، الان لینکش هم بعد براتون میذارم در هنگامی که برنامه در یوتیوب منتشر بشه لینکش هم میذارم. بعدش دیگه میریم به سراغ مسئله، اسم خوبی داره، اجازه بدید اینم آماده کنم بیانیه رو که میخوایم بخونیم. بعد عکس امضا کنندگان هم میخوام بهتون بعدش نشون بدم، الان دارم آماده میکنم که بعدش مشکلی پیش نیاد. ببینم، آره اوکیه، خیلی خوب. بیانیه رو میخونم براتون، عکسشو که نشونتون دادم، بیانیه رو میخونم و تحلیل میکنیم بعد میریم توی بحث. نوشته که برای بهروزی ملت ایران راهی جز کنار زدن جمهوری اسلامی نیست. عجب، برای بهروزی ملت ایران راهی جز کنار زدن جمهوری اسلامی نیست. اوکی، حالا تا اینجاشو قبول میکنیم با ارفاق. هم میهنان، خروج آمریکا از برجام و اعلام برقراری سنگین ترین تحریم های تاریخ بر ضد ایران. خوبه اینجا را اشاره میکنن بر ضد ایران، آفرین، این جای تحسین داره، نگفت بر ضد جمهوری اسلامی، گفت تحریم‌ها این افتخاره، یعنی باشید این اعترافه، میگم افتخار. اولا نویسنده این بیانیه شخص آقای بشیرتاش بوده، چون قبل از که من برنامه رو اجرا کنم یکی از امضا کنندگان به نام آقای عسکری به این پیام داد، گفتش که اگر میخوای اطلاعات بیشتری میخوای در مورد بیانیه بگم، چون ما خوشحالیم که در مورد مصاحبت میکنی. گفتم بله نه نیازی نیست، بیانیتون که مشخصه، امضا کنندگان مشخصه، ولی ایشون که بیانیه رو آقای بشیرتاش نوشته و آقای بشیرتاش همون همسر خانم دریا صفایی که در این برنامه مهد کودک من و تو شرکت میکنن، ایشون نوشته و ایشون رفته دنبال جمع کردن امضا. و اینجا را یا از نظر خودشون بکنم سوتی داده، چون اینا همواره میگن آقا تحریما علیه جمهوری اسلامی است، چون اینا حامی تحریم هستن، ولی الان ایشون اینجا اشاره میکنه که تحریم ها بر ضد ایران. خب خیلی خوبه، این جای آفرین داره، اگر آگاهانه نوشید آقای بشیرتاش اینا، این جای تبریک داره، ولی من فکر کنم سوتی دادید. بر ضد ایران بحران دیگر و بحران های بزرگی که کشور ما غرق آنهاست افزود. نزدیک به 40 سال است که جمهوری اسلامی با سیاست های افراطی اسلامگرایانه و اقدامات تروریستی و ماجراجویانه و ضد ملیش میهن ما را دچار جنگ ها و بحران های بزرگ کرده است. حالا من خیلی دوست دارم این اقدامات تروریستی رو بدونم چیه، چون عربستان صدها برابر داره کار، اولا که من ندیدم اون چیزی که اینا تعریفی که از تروریسم میکنن در مسئله بین المللی، من که واقعا از جمهوری اسلامی به اون شکل ندیدم،
یه سری چیزها رو میگن آرژانتین و اینا، به جز اون ترورهایی که برخی هاشون جمهوری اسلامی انجام داد در اروپا در دو دهه اول حکومتش، ولی در مورد مسئله خارجی ما ندیدیم همچی چیزی. اصلا بگیم تروریسته بحثی نداریم، عربستان صدها برابر کارهای تروریستیش در دنیا بیشتر بوده. تمام یا اون تعداد افرادی که رفتن برج دوقلو رو زدن، نصف بیشترشون پاسپورت عربستانی داشتن. پس چرا عربستان با این همه حمایتی که از تروریست میکنه مشکلی براش پیش نیومد آقای بشیرتاش؟ حالا این یک چیزه. یکی از آخرین آنها بحران اتمی بود که صدها میلیارد دلار به ایران زیان زد و آن را گرفتار شدیدترین تحریم ها کرد. بر اثر فشار این تحریم ها و احتمال قطع کامل صدور نفت بود که رهبر جمهوری اسلامی با نرمش قهرمانانه به پذیرش برجام تن در داد. یعنی اینجا نظر این امضا کنندگان و نویسنده این بیانیه آقای بشیرتاش، مسئله اتمی بحرانی بوده. یعنی ما نباید میومدیم مسئله ایران نباید اتم داشته باشه، انرژی هسته‌ای نباید داشته باشه. یعنی این افراد به مانند رضا دیگه، رضا هم تو نشست دالاس گفت دیگه، گفت من اگه بر روی کار بیام اتمی که هیچی، فشنگم برای کشورم نمیسازم. اینا دیدشون تحقیر ملت ما هستش این عزیزان در اپوزیسیون. حالا ادامه. تصور جهان غرب بر این بود که برجام سبب تعدیل سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌شود و به حل مسائل منطقه‌ای کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران به جامعه جهانی فراهم می‌سازد. اما در 3 سال گذشته شاهد بودیم که این تصورات باطل بود و اتفاقا پس از برجام شاهد افزونتر جمهوری اسلامی در دشمنسازی در منطقه و حضورش در چندین جنگ فرقه‌ای بودیم. آقای بشیرتاش، عزیزان امضا کننده، جنگایی که جمهوری اسلامی تو منطقه داره فرقه‌ای است؟ این که جمهوری اسلامی در عراق جلوی داعش رو گرفت فرقه‌ای بود؟ این که داره کمک میکنه، البته کمک معنوی بیشتر، به همتباران ما در یمن، این فرقه ایست؟ این که در سوریه شرکت کرد، این فرقه ای بود؟ خب شما حداقل به مفسران خود آمریکا گوش کنید. جالبه بهتون بگم، خیلی ها خبر ندارن، تقریبا 25 روز پیش دادگاهی در آمریکا، دقیق کدوم ایالت بود یادم نمیاد، یاران اگه میدونن اینجا کامنت بدن، بعد اومد در دادگاه ایران محکوم کرد و گفت آقا ایران در حوادث 11 سپتامبر شرکت داشته و ایران 6 میلیارد دلار جریمه کرد که باید به قربانیان این حادثه پول بپردازه. 500 چهره آمریکایی که عموما در ارتش آمریکا بودن، بعضن هم بعضیشون فرماندهان دلتا فورس بودن، دلتا فورس آمریکا، 500 چهره آمریکایی از وکیل و استاد دانشگاه و همه اینا، یاران میدونن، بدون مثلا لینکش هم اگه هست بذارن توی فیسبوک یاران ببینن، آمدن 500 آمریکایی آمدن گفتن ما حاضریم در هر دادگاهی به نفع ایران چیز کنیم، شهادت بدیم، آمریکای ما توسط صهیونیست اشغال شده. 500 چهره، نه ببخشید 500 چهره مثل مثلا بعضی از امضا کنندگان اینجا یا امضاهایی که بیانیه‌ای که ایرانی ها میدن، آدمای ببخشید 47 و اینا، هر کدوم یا استاد دانشگاه یا فرمانده نظامی ان. 500 چهره اومدن گفتن ما دفاع میکنیم از جمهوری اسلامی که در حوادث 11 سپتامبر شرکت نکرده و آمریکا چون تحت اشغال صهیونیسم جهانی است داره توطئه میکنه علیه ایران. و جالب بهتون بگم، برخی از این چهره ها 4-5 تاشون تو برنامه جهان آرای صدا و سیما شرکت کردن، گفتن اومدن در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن در هر دادگاهی ما شرکت میکنیم به نفع ایران. اینا ها چیز دیگه. اون وقت بیشتر همین مفسران که میگن آقا جان ثابت کردن جنگ سوریه جنگ نفت، جنگ پیچیده نفتی است، منم برنامه منطقه رو براتون ساختم، چرا جنگ نفته؟ داستان تنگه باب المندب چیز، جزیره معیون چیز، تنگه هرمز چیز، کدوم لوله نفت از کدوم سم رفت، چرا داستان سوریه پیش اومد، همه اینا رو توضیح دادم. تازه اینجا آقای بشیرتاش و امضا کنندگان عزیز میگن جنگ فرقه‌ای بوده. آقا جان جنگ فرقه‌ای بوده، پس این سنی های حامی جمهوری اسلامی در منطقه چه میگوین؟ خب خبر ندارن خیلی ها. کلی سنی مذهب در یمن و لبنان و سوریه. آقا لشکر بشار اسد که همه شیعه نبودن که،
بخش گسترده از لشکر بشار اسد مسیحیان و سنی ها هستن که حامی جمهوری اسلامی هستن. اصلا اون دختری که سوری هست خیلی برنامه میسازن، چند تا از این چهره های مطرح سوری برنامه میسازن در دفاع از جمهوری اسلامی تو منطقه مسیحیان. آقای بشیر تاش عزیز و امضا کنندگان دیگر، انتخابات لبنان بر دهان شما نکوبید. انتخابات لبنان که مردم مسیحی به حزب الله و حسن نصرالله رأی دادن، چرا میخواید خودتون رو فریب بدید؟ این اسکولیسم سیاسی رو آگاهانه دارید ازش پیروی میکنید یا آمدانه؟ با چه هدفی؟ آیا این که مخاطبان و ملت ایران رو در یک اسکولیسم سیاسی بذارید آمدانه است، یا خودتون هم تو همین اسکولیسم غرق شدید، قربانی این چرندیات سیاسی و سطحی هستید؟ کف روی آبید شماها. چه تفسیری است؟ جنگ فرقه ای؟ کجا جنگ فرقه ای بوده؟ برید تو عراق ببینید چقدر سنی اومدن کمک هشتال شعبی و جمهوری اسلامی. برید ببینید آیا قاسم سلیمانی فقط محبوب شیعیان منطقه است یا حتی محبوب سنی ها و مسیحی ها، ایزدیان کرد عاشق سلیمانی هست خیلی هاشون، چون رشادت های این مرد رو دیدن تو منطقه. حضور سپاه پاسداران در منطقه چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، یک حضوری کاملا انسان دوستانه است و اینو ما نمیگیم. مادر عراقی میگه که دو تا فرزندش در جنگ با عراق، جنگ عراق و ایران، توسط ایرانیان کشته شده بودن و از ایرانی متنفر بود تا زمانی که سلیمانی رو دید، تا زمانی که سپاه پاسداران رو دید، تا زمانی که مدافعان وطن رو دید. ایرانی به هر حال شیعه همواره بالاخره به تهش آخرش بابا بچه شیعه اول آخرش انسان دوسته. دیدی دیگه اون آخونده اومد تو برنامه من توی اینستاگرام، بیچاره رو از بالا تا پایین ما شستیمش، هی گفتیم وای اسلامتون جنایت کرده، محمدتون جنایت کرده، تا آخر این بدبخت به ما لبخند زد. آقا شما با مسلمون نگی میتونی این صحبت ها رو کنی، سرتو میبره. چند تا از این بچه حزب الله یا تالا اومدن ما سر تا پای دینشون هم اومدیم حمله کردیم، باز خندیدن. چون شیعه اول آخر سخت افزارش ایرانی و انسان دوسته. شیعه اول آخرش با آموزه های اشو زرتوش داره جلو میره. برای همین شما وقتی میبینی یه جا فرق تمدن اینجا آقای بشیرتاش و کسانی که این بیانیه رو نوشتید، اونجاییه که حجاجی توسط داعش دستگیر میشه، اون صحنه ای که حجاجی وایستاده و پشتش یک داعشی، فرق بین تمدن آریایی با تمدن بربری اسلامی است. چهره اون رو نگاه کنید، چهره حجاجی رو نگاه کنید، قشنگ ریش کوتاه، موی یک طرفی، خیلی انسان مدرن، اون رو نگاه کنید، هنوز انگار از دسته عمر و عمرو عاص و ایناست. اینا حقایق دیگه، بچه شیعه چون اول آخر ایرانی. پس بنابراین جنگی که تو منطقه جنگ فرقه ای نیست، از نظر داعش فرقه ایستا که برنامه گرده به ایران میگه رافضی شما ادامه دهنده شاه اسماعیل اول هستی، از منظر اونا فرقه ایست. ولی آقای بشیرتاش عزیزان امضا کننده، اشتباه به عرضتون رسوندن. از دید سپاه پاسداران و مدافعان وطن در منطقه به صورت عملی، این که شما شاید چهار تا الان برید ویدیو بیارید، این بچه های مدافع خودشون هم مدافع حرم میدونن، بیان بگن آقا ما فلان و برای زینب و از این چرت و پرتا رفتیم کشته شدیم، اون به خودشون مربوطه. چیزی که عملا انجام شد اصلا فرقه نبود، از مسیحی تا سنی اومدن پشت سپاه پاسداران وایستادن. حقایق دیگه. شما که دیگه مفصلان آمریکایی رو خیلی قبول دارید، که شما که تا آمریکایی یه چیزی بگن قند تو دلتون آب میشه که اونا دلن میگن. آقا سفیر سابق آمریکا در سوریه، نامشون الان حضور ذهن ندارم، اون داره میگه، برید بخونید. بابا کیسینجر داره میگه، یهودی آلمانی تبار تابعه آمریکا دیگه، بابا معروفه دیگه، سالها در رأس امنیت آمریکاست، اون داره میگه. میگه ایران توانست با جذب مسیحیان و سنی ها و اینا بتوانن منطقه رو تو کنترل بگیره. مگه میتونه ببخشی سپاه پاسداران مدافعان وطن که خودشون رو مدافع حرم میدونن برن اونجا گفتمان مذهبی و گفتمان فرقه‌ای مطرح کنن، بعد سنی و مسیحی هم جذبشون بشن؟ شوخی میفرمایید؟ میخوام نامه رو قشنگ بهشون پاسخ بدم، برای همین زوم میکنم. ادامه.
خاورمیانه شاید هرگز به اندازه چند سال اخیر دچار رنج و خونریزی و واپسگرایی نبوده باشد. خب آقای بشیرتاش، آقای امضا کننده، مقصرش کی بوده؟ مقصرش که دیگه ببخشید، ما سند ارائه بدم که بدونید مقصرش کی بوده، چون شما فقط با سند مثل این که چیز میشید دیگه. سندش هم دارم. آقای ترام خودش میگه، میگه ما را انداختیم دیگه. شما از ترام که ببخشید اصلح تر نیستید تو این قضیه که در مورد نظر دادن. این صحبت آقای ترام الان براتون میذارم. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. The founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be Crooked Hill. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be Crooked Hillary Clinton. Co-founder. Crooked Hillary Clinton. خب میدونی اتهامی که آقای این اتهامی که او چیز آقای ترامپ به اوباما و کلینتون زن گفت شما داعش را انداختی چقدر سنگینه؟ یه بارم که این اتهام ها نزده، بارها اتهام زده. میدونید چرا اوباما و کلینتون در کشوری که خیلی ها درآمدشون از راه سو کردن همدیگه است، شکایت کردن، اصلا آمریکا معروفه به کشور شکایت کردن از همدیگه، چرا خانم کلینتون و آقای اوباما، آقای بشیرتاش، آقای این امضا کننده این بیانیه، از آقای ترامپ شکایت نکردن؟ احتمالا خانم کلینتون عاشق چشم و ابروی زیبای آقای ترامپ شده، نه؟ آقای اوباما چی؟ شاید هم چون میگن آقای اوباما خانمش، این خانم اوباما میگن از این شیمل میملا و همچیزه، یعنی نیمه مرده یه جورایی، حالا کاری ندارم. حتما اونم ببخشی عاشق هیکل آقای ترامپ شده، چون یه علاقه میگن به همجنس خودش داره. کاری ندارم، به اینا دارم میگم. چرا شکایت نکردن آقای بشیرتاش؟ به خاطری که میدانستن اگر شکایت کنن کار به جای باریک برسه، آبروی آمریکا خواهد رفت، چون داعش و آمریکا را انداخت. و این اتهامات سنگین در کشوری چون آمریکا که اصلا مملکت سو کردن از همدیگه است، هیچکی شکایت نکرد. آقا اینا را نمیبینن عزیزان؟ شوخی میکنن مثل این که با ما. بگذاریم ادامش. پس بنابراین جنگ فرقه‌ای نبود آقای بشیرتاش. این مسئله ماجراجویی تو منطقه و اینا مقصرش کی بود؟ آمریکا بود. این یک. تشدید ماجراجویی ها و سیاست مداخله گرایانه و تخاصمی جمهوری اسلامی در دوران برجام باعث شد که کشورهای عربی و اسرائیل همه اختلافات خود را کنار بگذارن و در برابر ایران متحد شوند. بعد خیلی جالبه، آقای بشیرتاش نمیشه سیاست های مداخله گرایانه و ماجراجویی. عجب، داعش و آمریکا را انداخته. آقای ترامپ رو دیدید دیگه، رسما گفت و هیچکی هم ازش جرئت نکرد شکایت کنه. بعد ایران رفت کمک کرد به مردم منطقه، مردمی که سنی و مسیحی هم دارن تعریف تمجید میکنن از ایران، از سپاه پاسداران. الان سپاه پاسداری که محبوب ترین جریانات منطقه است. نگاه نکنید به این پروپاگاندای رسانه ها، نگاه نکنید به مردم خودمون که شوربختانه مغزشون این رسانه ها شستشون دادن و حالیشون نیست. سپاه پاسداران تو منطقه یکی از جریانات بسیار مترقی و محبوبه. بعد ایشون میگه که تخاصم گرایانه و مداخل گرایانه و این چرت و پرت. رفتی منطقه رو نجات دادیم، کدوم ماجراجویی؟ خدا شفا بده. خدایا اگر اینا دارن آگاهانه این چیزا رو می‌نویسن، خودت هر طور که شده اینا رو از روی زمین بردار. ولی اگه ناآگاهن، از اهورای ایران میخواییم، براشون نیایش میکنیم، اشم وهو میخونیم، یتعهو میخونیم، سروش باج میخونیم، هر بخشی که از اوستا بلدیم براشون تندرستی میخونیم، براشون نیایش میکنیم که اینها رو به راه راست ایران رستگار کن، اینا رو بیار به راه راست، اینا هموطنان ما، این آقای بشیرتاش و امضا کن. بخشی از این امضا کننده ها، دیدم شاهین نژاد هم امضا کرده، حالا میگم.
اینا رو به راه راست ایران بیار. ولی اگر اینا دارن آمدانه این حرف رو میزنن، آن کسی که ضد ایران است میخوام به قول فردوسی چو ایران نباشد نه تنها تن من مباد، در این بوم و برزن زنده یک تن مباد، برید بمیرید. اصلا مهم فردوسی میگه ایران نباشه خودم که هیچ، میخوام در این بوم و برزن زنده یک تن مباد. تموم شد، بگذاریم ببینیم دیگه چی میگم. آقایون خاورمیانه شاید هرگز به اندازه چند سال اخیر دچار رنج و خونریزی و واپسگرایی نبوده است که این مشکل خب آمریکا بوده. تشدید ماجراجویی و سیاست مداخله‌گرانه و تخاصمی جمهوری اسلامی در دوران برجام باعث شد که کشورهای عربی و اسرائیل همه عزیزنگ نزن از ایران، همه اختلافات خود را کنار بگذارند و در برابر ایران متحد شوند. امری که کشورمان را هرچه بیشتر منزوی می‌کند و امنیت و منافع ملی ما را به خطر می‌افکند. کسانی که هنوز نمی‌فهمند چرا ما تو سوریه هستیم، خواهشن ادعای نگرانی و دغدغه داشتن یا حتی دانستن از منافع ملی را نکنن. شما حتی اینقدر ببخشی پرنسی و آگاهی ندارید که چرا ما رفتیم تو سوریه، بعد شما سوال منافع ملی میکنید. منافع ملی ایجاب میکرد که ما تو خاک خودمون بمونیم. داعش هر غلطی میخواد بکنه تو منطقه، برنامه‌ای که آمریکا براش چیده بود 2 دهه داعش رو تو منطقه نگه داره باشه، ولی اینا دم از منافع ملی میزنن. امید کاذب به اصلاح امور پس از برجام منحصر به حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی نبود. تصور بسیاری بر این بود که برجام باعث گشایش در همه زمینه‌های اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و حتی سیاست خواهد شد. اما برجام در زمینه داخلی نیز تبعات پیشبینی شده را نداشت. در این بیانیه قرار نیست که به اوضاع فاجعه بار اقتصادی کشور در سال 96 بپردازیم. استوب اوضاع اقتصادی که جیم ریکاردز اقتصاددان آمریکایی که بابا اومد اعتراف کرد سال 2012 اعتراف کرد که ما جنگ ارضی علیه ایران را انداختیم و این جنگ ارضی رو ما زمان قاجار و زمان شاه هم داشتیم. اوضاع اقتصادی هم افتاد گردن جمهوری اسلامی. نقش آمریکا اینا چیه که با برنامه ریزی؟ ببین این که همواره در همه حکومت ما افرادی داریم فاسدن، افرادی داریم که اختلاس میکنن، همه حکومت هست. همین الان تو سوئد، آقا دیگه سوئد که بالاتر نداریم. برید ببینید چند تا از سیاست مدارانشو هر روز داره مطرح میکنه رسانه‌هاشون، اختلاس کردن. نمیگن، یعنی اخبارا نمیاد برجسته بشه، میگن ها برجسته نمیشه چون همه زوم کردن رو ایران. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، چرا امسال صلح نوبل در سوئد برگزار نمیشه؟ به خاطر فساد مالی که برخی از برگزار کنندگان داشتن. انقدر فساد مالی بالا بود گفتن آقا امسال برگزار نمی کنیم، بررسی کنیم که داستان چیه. و تنها به گفتن این نکته بسنده می کنیم که در زمستان سال گذشته افق اقتصاد ایران تیره و تار بود. پس از برجام در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز اگه فضا بسته تر نشد دست کم هیچ گشایشی صورت نگرفت. استوب برجامی که ما با دولت های 5+1 امضا کردیم مگه در مورد اوضاع فرهنگی اجتماعی داخل ایران بود؟ اونه که جمهوری اسلامی باید با خود مردم امضا کنه. مگه یه همچه چیزی اومده بود که آقا جان شما برجام امضا کن زنان ایران مثلا میتونن بیهجاب برن؟ شوخی میفه آقایون اصلا انقدرم آگاهی ندارن بیانیه میدن برای ما دکی. چه ربطی به مسئله فرهنگی داشته برجام؟ کدوم بنده برجام اشاره کرد که آقا شما امضا کردین مردمتون میتونن حقوق بشرشون رعایت بشه، بی حجاب برن، آزادی کنسرت و آزادی مشروب داشته باشن؟ جای خوندید آقای بشیر تاش ما خبر نداریم. پس از برجام در زمینه اجتماعی فرهنگی نیز اگه فضا بسته تر نشد دست کم هیچ گشایشی صورت نگرفت. و این در حالی بود که مردم ایران با حسرت شاهد گشایشی تصور ناپذیر در فضای اجتماعی و فرهنگی عربستان بودن، یعنی تنها کشوری که آن را بسته تر از کشورشان تصور میکنه. نه اینجوری، اولا که اینم دروغ دارید میگید. ما خودمون رو نسبت به خیلی کشورها بالاتر میدونیم علاوه فضای مدنی. افغانستان فضای سی چیزش بسته تره یا ایران؟ ایران که عملا حالا ما داریم بحث حجاب اینا رو مطرح، ولی مردم که زدن کنار همه این بحثا رو. عراق محدود، درسته عراق دولت محدود نکرده ولی فضای جامعه محدوده. عراق و چیزی که داریم میبینیم افغانستان و
در عربستان هم اینقدر شماها ببخشید پاچه خاری مبتذل برای بن سلمان نکنید. راستی بن سلمان چی شد؟ خبری ازش نیست. اینقدر پاچه خاری بن سلمان نکن قربونت برم. در عربستان هم اتفاقی نیافتاد اینقدر زدید تو سر ماها. آی عربستان فلان شد، زنان رفتن استادیوم. نه بابا اون خبرام نیست، شلوغ نکنید. گذشته از این، ما الان در جمهوری اسلامی زنانمون ببخشی کارمندان دولت هم حتی نماینده مجلس زن داریم. در عربستان حتی بن سلمان اومد اینو اجازه رو بده. سکوت کنید دیگه، پروپاگاندای رسانه‌ای میکنن برای ما. چقدر اینا عرب دوست شدن برای ما. گذشته از این، در زمینه سیاسی نیز حسن روحانی و همه نمایندگانی که با حمایت اصلاح طلبان توانستن اکثر کرسی های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را فتح کنند، با اقدامات خود بخش بزرگی از رای دهندگان را کاملا ناامید کردند و بار دیگر آشکار شد که اصلاحات و اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی سراب و دروغی بیش نیست. همونطور که اصلاح طلبی سراب و دروغی بیشتر نیست، آقای بشیرتاش و امضا کنندگان دیگر، شما اپوزیسیون هم فیکید. شما اون روی سکه دیگر اصلاح طلبان هستید، تو این شک نکنید. شما هم سراب و دروغی بیش نیستید و دروغ شرم‌آوری هم هستید نسبت به اصلاح طلبا. سرابی مبتذلی نسبت به اصلاح طلبان هستید. در چنین شرایطی جنبش دیماه 96 نارضایتی‌ها و خشم جامعه از کلیت نظام جمهوری اسلامی را آشکار کرد و نشان داد که دیگر هیچ امیدی به اصلاح نظام وجود ندارد، حتی با برجام. مگه برجام قرار بود جمهوری اسلامی رو تو حوزه داخلی اصلاح کنه؟ برجام که همش مسائلش و مفادش خارجی بود و در مورد قدرت هسته‌ای ما بود. آخه چقدر وطن فروشی. برجام شما فکر کردید یعنی ایران رو با خلع اصلاح نظامی کردن و هسته‌ای کردن قرار ایران مثلا درست بشه، جمهوری اسلامی اصلاح شه؟ حامیان برجام خواسته یا ناخواسته میخوان هر شخصیتی باشه خائنه. حتی این بیانیه رو اینا علیه جناب زاهدی نوشتن ها، دقیقا بعد از دو روز بعد از نامه آقای زاهدی بیرون اومده. حالا هم میهنان، واقعیت این است که جمهوری اسلامی 40 سال است که دارد کشورمان را از بحرانی به بحران دیگر میکشاند. این نظام تنها در بحران میتواند زندگی کند و تا زمانی که این نظام بر سر کار است، نه تنها امیدی به حل هیچ یک از مشکلات کشور و تحقق هیچ یک از خواسته های اساسی و حق مردم نیست، بلکه کشورمان با خروج از بحرانی و ورود به بحران دیگر روز به روز فقیرتر و ضعیف‌تر می‌شود. بحران منظورت اینه که ما رفتیم تو منطقه دیگه. جالبه. من امید به شما هستش که ما را انواع اقسام سانسور کردید. جالبه. تحریم‌های دولت تهران شرایط اقتصادی دشوارتری را برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد. بیشک مسئول اصلی انزوای کشور ما در جهان جمهوری اسلامی است. اعمال تحریم هایی که دولت آمریکا وعده آن را داده جز بر دو کشور کره شمالی و ایران امکان پذیر نیست، چرا که جهان دولت های آنها را غیر عادی و یاغی میدونه. خب البته در مورد ایران که نه، بحث چرا یاغی و اینا میدونه، به خاطر که ایران کت خدایی آمریکا رو قبول نکرده. این بند از نوشته اینا یعنی ایران بیاد به این سیستم گلوبالیستی تن در بده. و جالبه برخی از چهره‌ها که مخالف گلوبالیست هستن اینجا امضا دادن تو این بیانیه. یعنی میگه آقا ایران بیاد کت خدایی و زورگویی آمریکا رو قبول کنه مثل کشورهای دیگه، سرش که درد نمی‌کنه، یه زورگوییه، بیا قبول کن. نه آقا جان، از این خبرا نیست. حالا اینجا جالبه، آیت الله خمینی از واژه آیت الله توی بیانیه‌شون برای خمینی مرتجع استفاده کردن. جالبه آقایونی که امضا کردن، پس خمینی رو آیت الله. جالبه آیت الله خمینی، آقای بشیرتاش از واژه آیت الله استفاده کرده. حالا نمیخوام رو این زوم کنم، ولی آخه اینا جای دیگه که میشینن، آقای امیددانا چرا به خامنه ای میگه مثلا آقای خامنه ای؟ خب من احترام میذارم، ولی احترام میذارم دیگه، از اون ورم نمیرم به این آیت الله مایت الله این چرتا پرتا بگم. سری برگشته به خمینی گفته آیت الله. جالبه امضا کنندگان آیت الله خمینی، آقای بشیرتاش. جالبه آیت الله خمینی 40 سال پیش در نوفل و شاتو گفت که جمهوری اسلامی خود را در جنگ با اسرائیل میداند و رهبر کنونی جمهوری اسلامی هم میگوید که ایران در حال مبارزه با نظام جهانی سلطه یا به عبارت دیگر آمریکاست. بیشک جمهوری اسلامی نه تنها قادر به حفظ منافع و حقوق مردم ایران نیست که ماهیتاً علاقه‌ای به این کار ندارد. خب بعد شما دارید. و بدتر از آن که
منافع و حقوق ملت ایران را پیوسته قربانی سیاست‌های صدور انقلاب و دشمن‌سازی‌های بیجا و اسرائیل ستیزی خود کرده است. آخ چقدر شماها نگران اسرائیلید. حالا جالب میشه امضا کنندگان که بخونیم براتون کیان، اون وقت میفهمی چرا آقای بشیر تاش انقدر اسرائیل میکنه. جالب نیست؟ شهرام همایون چرا به جمهوری اسلامی گیر میده؟ چرا با اسرائیل؟ بهرام موشیری اینا خیلی جالبه. بعدم که اسرائیل هم که دیدید دیگه، دیروز پیروز برنامه‌ام گفتم دیگه، رادیو فردا نوشته بود آگهی علنی موساد برای جذب جاسوس، پولایی که اسرائیل داره توی اپوزیسیون می‌ریزه، تلفن روح لازم با مأمور موساد که بیا ما به تو پول بدیم کمکت کنیم. جالبه، پازل‌ها رو بذارید کنار هم دیگه. اسرائیل دوستن عزیزان صهیونیسم ایرانی. مردم ایران هرگز وظیفه مبارزه با جامعه جهانی یا آمریکا یا به گفته رهبر جمهوری اسلامی نظام جهانی سلطه را به جمهوری اسلامی محول نکردن. مگه باید محول بکنن جلوی زور وایسار؟ منم بحث اینا نیست، بحث بسیار عمیقی تره، بحث شوربختانه خیلی مثل کف روی آب میارن، آدم نمیدونه چی جواب بده. اصلا مسئله منطقه آقا اینه که ما دیگه نمیگیم اون آقای چی اسمش یادم رفت، دنیس رایت بود، چی بود خدا یادم رفت نامشو، چند وقت پیشم براتون تو برنامه هم نشون دادم، اونم اقتصاددان بود اتفاقا، استراتژیک آمریکایی بود که گفت اصلا اسرائیل ما تو منطقه آوردیم که به عنوان یک نگهبان برای نفت منطقه باشه که آمریکا همواره بتونه نفت منطقه رو تحت کنترل داشته باشه. یکی از بچه ها نوشته اینا اسرائیل طلبن، محسن شیخی میگه اسرائیل طلبن، اینم جمله جالبیست. خب مردم ایران خواهان دوستی با همه جهانن. مگه شما نماینده مردم ایرانید؟ بله ما درسته همه جهان دوست داریم، ولی در چارچوبش ما میخواییم با مردم جهان دوستی کنیم، نه اینکه چون میخواییم با مردم جهان دوستی کنیم هم رنگ مردم جهان شیم. ما میخواییم هماهنگ بشیم با مردم جهان. هم رنگ شدن با هماهنگ شدن دو تا اصل آقای بشیرتاش و امضا کنندگان عزیز. چون ما میخواییم با مردم جهان دوست باشیم، بیایم یه رفعه همه چیزمون رو لنگو به لنگو باز بشیم و بگیم حق کار دلتون خواست بکنید. نه قربونت برم، حتما باید سلطه‌گری آمریکا و اسرائیل رو قبول کنیم. نه عزیزم، میدونی چرا من زیر بار نمیرم؟ چون اردشیر زاهدی هم به درستی نمیره زیر بار، چون همین آمریکا و اسرائیل بودن که انقلاب 57 رو برای ما آوردن، همینا بودن که در طول دو قرن گذشته با آشنایی از حقایق سیاسی جاری هم منطقه هم جهان این گونه سخنان جز خیانت بوی نمیده. آقای بشیرتاش اگه کسی آگاه باشه به مسئله سیاسی دنیا میفهمد که اگر ما زیر بار این سلطه گری بریم منابعمونو بیشتر از این چیزی که امروز هست به غارت میبرن. ما سرنوشت شاهو خوب خوندیم، مشکل اینجاست. از جمله مردم آمریکا و اروپا و روسیه و چین و اسرائیل و کشورهای عربی، اسرائیل هم آورد، یعنی میخوایم دوستی کنیم با همه مردم دنیا، از جمله مردم آمریکا و اروپا و روسیه و چین و اسرائیل. این وظیفه دولت ایران است که کشورمان را دچار چنین وضعی نکند، نه دولت آمریکا یا هر دولت دیگری. عجب، یعنی این که هیچ ایرادی اینا به آمریکا ندیدن که آمریکا اومد داعش را انداخت، زورگویی میکنه، 10000 کیلومتر ورتر اومده اینجا نیرو خالی میکنه، تو خلیج فارس ما میاد لنگر میندازن این نه چیزاش، این قولهای کشتیش و اینا میان اونجا، اینا رو اصلا نمیبینه. جالبه، بیشک نمیتوان ناوهای جنگی آمریکا رو تو منطقه شما نمیبینید، بعد میگید ایران نباید مورد دچار چنین وضعی کنه جمهوری اسلامی. جالبه، بیشک نمیتوان منفعل نشست و شاهد فقیرتر شدن هر روزه مردم و ضعیفتر شدن مداوم کشور شد. چقدر شماها دلسوز وطنید، واقعا از دلسوزی وطن پوست و استخون شدن اینا. این چه در اومد؟ نباید منتظر آینده وحشتناکتر از امروز نشست. آینده وحشتناکتر از امروز اینه که روزی شما جمهوری اسلامی رو برانداز کنین، شماها بخواید بیاید بشینید. هنوز به جایی نرسیدید، همه‌تون تو رسانه‌هاتون ما رو سانسور کردید.
که با ادامه حکومت جمهوری اسلامی چه با تحریم‌ها و چه بدون تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است. برای رفع کامل تحریم‌ها و جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر ایران، برای بازگشت کشورمان به جایگاه شایسته خود در جهان آزاد، برای برابری حقوقی همه شهروندان ایران، برای داشتن زندگی عادی مانند آنچه که همه مردم جهان آزاد دارند، چنان که مردم ایران در جنبش دیمای 96 فریاد زدن، راهی جز کنار زدن هرچه سریع‌تر جمهوری اسلامی نیست، وگرنه آینده هولناک در پیش داریم. با صراحت بهتون بگم جمهوری اسلامی سقوط کنه، آینده هولناکتری در پیش خواهیم داشت. همین الان تجزیه طلبا رو دارید می‌بینید، آقای فلاحتی خودش رو پاره کرد، هر هفته یک تجزیه طلب آورده، همچنان داره میاره. این هفته این عبدالستار دوشکی عقب افتاده که بلوچه آورده، پان بلوچه، هر هفته دیدید دیگه. آقای یوسف بنی طرف رو دیدید که با همه این آقایونی که امضام کردن میشینه پا میشه، با بیشترشون رسما گوگو خوزستان نامش عربستانه، و اگر مردم ایران قبول کنن که نام خوزستان عربستانه، شاید ما بررسی کنیم قبول کنیم خلیج هم فارسه. کجا گفت تو برنامه آقای فلاحتی؟ برنامه‌ای که امید دانا نباید شرکت داشته باشه، ولی تجزیه طلبا شرکت دارن. همین آقای بشیرتاش که این بیانیه رو نوشته، در کنار تجزیه طلبانی، چون این آقای نامش چیه؟ این عثمان زرقندی که انداختنش بیرون انقدر سر صدا کرده، این خود خسته شده بود، تعویضش کردن هیمن سیدی تجزیه طلب و فرستادن. در کنار تمام این تجزیه طلب ها آقای بشیرتاش میشینا، مشکلی نداره، ولی امید دانا نباید جایی باشه. یه دونه مراسم رنسانس ایرانی تو پاریس بود، تو انجمن زرتشتیان، آقای بشیرتاش هم اومدن اونجا یه سخنرانی کنن، تا منو دیدن با خانمیشون دست پاچه شدن فرار کردن. بدون خداحافظی هم فرار کرد آیشا اینجا نشد، یادتونه که. ولی در کنار تجزیه طلبا دست پاچه نمیشن آقای بشیرتاش، با هم میشینن خیلی مجلسی، خیلی شیک گفتگو میکنن، گفتمان دارن با هم دیگه. ولی امید داره چون دم از ایران میزنه فرار. اوه بودو دامتونو بذارید کولتون برید. جالبه این وظیفه دولت هم برای رفع کامل تحریم‌ها و جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر ایران، برای بازگشت فلان و فلان و فلان، آها هولناک در پیش داره. اینو خوندم، حالا بند آخرش رو بخونم براتون. نه قرار است و نه ممکن است که کشور دیگر حکومت ایران را سرنگون کند. او چون شما گفتید، اوکی، میگه قرار نیست کشور دیگه بیاد ایران را سرنگون کنه، اوکی. چون میده چرا؟ چون اینها میگن بابا تمام چیزا داره نشون میده، اسرائیل و MI6 و CIA دارن خودشون رو پاره میکنن جمهوری اسلامی رو برانداز کنن، بعد شما داری میگی که قد نه قرار است نه ممکن است. بابا تو رو خدا شوخی نکنید با ما. تنها ملت ایران چنین توانایی دارد. دقیقا همون چیزی که الان MI6 و موساد و استخبارات عربستان و اینا چیدن که بخوان از طریق مردم ایران کشور ایران رو نابود کنن. مردم هم خب مطالبات به حقی دارن، جمهوری اسلامی باطل است، اما حقایق منطقه رو که وقتی نگاه کنید نمی‌بینید که از اوضاع امروز دشمنان وجودی ایران دارن بهترین بهره رو میخوان بگیرن. مردم باید حواسشون جمع باشه که تو فضای هیجان زده و ریختن تو خیابون و بزن و بشکن و فلان و اینا، انقلاب یعنی هرج و مرج، یعنی بزن کشورتو نابود کن. ادامش، ملتی که در جنبش دیمای 96 ملت ایران در جنبش 96 نشان داد که دیگر جمهوری اسلامی را نمیخواهد و میخواهد که حقوق و آزادی اساسی خود را بازستاند و زندگی شایسته ای داشته باشد. پس از جنبش دیما در شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مدنی زنان، معلمان، کشاورزان و دیگر اقشار و اعتصابات گسترده کارگران و دیگر اصناف و اعتراضات خیابانی هر روزی مردم بوده ایم که آخرین آنها در کازرون به خون کشیده شد. کازرون که علی حکومت تظاهرات نکرد. بحث کازرون آقای بشیرتاش، امضا کنندگان، عمو یادگار، خوابی یا بیدار، علیه مردم شهر قائمیه بود. مردم شهر قائمیه هم ریختن تو خیابون، دعوا بر سر تقسیمات کشوری بود. یعنی شما اینقدر ناآگاهید؟ جمهوری اسلامی هر چقدر هم چیز باشه از شماها آگاه تره، پس همین حکومت بمونه بهتره. چی دارید میگی؟ شوخی میکنید؟ کازرون چه ربطی داشت آقای بشیرتاش؟
در حالی که جمهوری اسلامی هر روز ضعیف‌تر و ورشکسته‌تر می‌شود، مبارزات مردم ایران هر روز گسترده‌تر و نیرومندتر می‌شود تا کنار زدن جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی ملی و سکولار و متکی به آرای مردم ایران ادامه خواهد داشت. سکولار کد واژه‌ای که گفتم. آقای شاهین نژاد، شما که مخالف سکولاریسم و دموکراسی، که شما که اصلا با مقاله گفتمان سکولار و دموکرات آقای نوری اعلی به جایی نمیرسد، وارد فضای سیاسی ایران شدید که ما باهاتون اومدیم گفتیم دمش گرم، یکی بالاخره پیدا شد که علیه سکولاریسم و دموکراسی بیستد. بیانی مقاله شما علیه آقای اسماعیل نوری اعلی آقای شاهین نژاد هست. شما مقاله نوشتید علیه سکولاریسم و دموکراسی، حالا این بیانیه رو امضا میکنی؟ چه تغییراتی در شما به وجود اومده؟ من تغییراتی داشتم و اومدم گفتم، اومدم بابت حقایقی که در خارج دیدم کاملا به مانند داریوش همایون، راه داریوش همایون رو تو این زمینه میرم دیگه. دغدغم مبارزه با جمهوری اسلامی و این بحثا نیست، دغدغم حفظ ایران و استقرار ملی‌گرایی در لایه‌های مختلفی از حکومته. مشخصا دغدغم مشخصه تغییر استراتژیک دارم به خاطر حقایق موجود. شما تغییر استراتژیک دارید آقای شاهین نژاد که اینو امضا کردی؟ خیلی دوست دارم بدونم، واقعا دوست دارم. و برقراری حکومتی ملی و سکولار متکی بر آرای مردم ایران خواهد داشت. این مردم ایران هم گفتم کدواژه چیه؟ هر جا که بخواید چرند سیاسی بگید از کوپن مردم ایران خرج میکنی. 500 تا برنامه درست کردم، یه بار مردم آی من از طرف مردم دارم حرف میزنم اینا نگفتم. پوپولیست دیگه، واژه مردم یعنی پوپولیست. بگذاری در این رابطه تا پیروزی کامل ما در کنار مردم ایران ایستادیم. کجا وایستادی؟ تو رخت خواباتون؟ لب ساحلتون؟ لحظه که دارید با سگتون بازی میکنی در کنار مردم ایران وایستادی؟ اینم جوک داستانه. ما برخی چیزا جوک. آخه گفتم دیگه قرآن مثلا سوره همه بیشتر سوره های مدنی از اول تا آخر میگه یا قتل فی سبیل الله، مثلا خارمادر دشمنان اسلام و کسانی که تو رو قبول ندارن و اینا رو همه رو با هم دیگه پیوند بده و بکش و اینجوری که خون بریز. ولی بسم الله الرحمن الرحیم، ولی خداوند بخشنده و مهربان است. اونجا که داستانه، اینجا اونجا که داستانه. آقایون در اروپا و آمریکا با سگشون بازی میکنن، لب ساحلن، اشغالشون رو دارن میکنن، مشروبشون رو دارن میخورن، چرت و پرت سیاسی مینویسن. تا آخر ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. چه جوری ایستاده؟ الان مردم کازرون کشته شدن، به قول شما اصلا بگو آقا کازرون علیه حکومت بلند شده، توهم شما. کنار مردم کازرون چه جوری وایستادی؟ این بچه‌ای که مثلا توی همین جنبش 96 22 تا کشته شدن دیگه، به خانواده هاشون پول دادید؟ حتی یه تلفن زدید به خانواده هاشون بگی شما قهرمان مایید؟ چیکار کردید؟ در کنار مردم ایران ایستادیم. چجوری ایستادی؟ سگشو گرفته داره با سگش بازی می‌کنه، در کنار مردم ایران ایستادیم. شوخی می‌فرمایید. حالا امضا کنندگان، امضا کنندگان جالبه. حالا امضا کنندگان، خب اولین امضا کننده این آقاست، اسمش چیه؟ ابوالفضل اسلامی. کی هست؟ تا همین چند سال پیش دیپلمات جمهوری اسلامی بوده. تا همین چند سال پیش، تا سال 88 تو سفارت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایشون دیپلمات بوده. تا اون روز که تو جمهوری اسلامی بود یه جوری داشتش خونه ملت ایران تو شیشه میکرد، پول میخورد و اینا، حالا الان یه جور دیگه داره خیانت میکنه به کشوره. دومی به 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 آقای مرتضی اسماعیل پور، این کیه؟ مدیر بهاییه، مدیر بهایی نیوز، خودش بهاییست. به به امضا کنندگان. پس یکی از ماموران قدیم جمهوری اسلامی که اصلاح طلب بوده، ستون پنجم غربیا، حالا ملان یکی بهاییست، مرتضی اسماعیل پور. نفر بعدی، اینو بذار بزرگش کنم بنده خدا رو، امیررضا بختیار. امیررضا امیر بختیار کیست؟ یک مصدقی بنده خدا، بچه بدی هم نیست. همین چند سال پیش هم توی فرانسه یک مقدار وقتی که با پوچی این اپوزیسیون آشنا شد و اینا، وجدان اینو داشتش که خودکشی کنه.
ولی الان نمیدونم چرا در کنار اسرائیل دوست های ایستاده آیا امیر رضا بختی، امیر بختی ها واقعا. که نفر بعدی بهنام، بیارش بهنام امینی، یه دانشجوی سکولار دموکرات. از این دانشجوها ما زیاد داریم. خب حالا مهم نیستش. نفر بعدی بیایم داخل. نفر بعدی مدرک بامدادانه، عکسش رو ندارم، آدم مهمی هم نیست. نفر بعدی سعید بشیرتاش با خانومش دریا صفاییه. بفرمایید. زن و شوهر شیک و مدرسه در این عکس، اینها در کنار مردم ایران ایستادن ها. یه وقت بد فکر نکنید در این عکسی که دارید میبینید لب ساحلن، اینا در کنار مردم ایرانن. آخ 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 مردم ایران، ببینید کیا پشتتون وایسادن در کنار مردم ایران. خب جا که داستان بود. نفر بعدی بهرام بهرامی رو نمیشناسم. نفر بعدی سعید سپیده پوراقایی. به به، این خانم، این کیه؟ میشناسینش عزیزان؟ سپیده پوراقایی، ایشون مدیر، در حقیقت سردبیر سایت اسرائیلی شهرمنیاره. البته در این عکسی که میبینی با سایت صهیونیستی توانا داره مصاحبه میکنه. همه میدونن چند تا وبسایت، یکی شهرمنیاره، یکی تواناست، یکی دیگه این ایران وایر مال این مردک رضا حقیقت نژاد. همه اینا اسرائیلی هست، همشون بودجه‌هاشون اسرائیل میده، پولای آنچنانی هم خرج میکنن تو فیسبوک که پستاشون پخش بشه. کار دارم باهاتون، منو نشناسید. دانیال خنده رو نمیشناسم. آه نفر بعدی خیلی مهمه. نفر بعدی این آقاست، پویا دیانیم. ایشون رئیس کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی است در آمریکا. بذارید من میخوام عکسش رو یه چیز کنم شما ببینید. حتی بفرمایید رئیس یهودیان ایرانی در آمریکا اینا. حالا فهمید چرا انقدر تو این بیانیه متنش نگران اسرائیل بود؟ جالبه، تا اینجا کار دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، یک فرد بهایی آقای مرتضی اسماعیل پور، کسانی که برای وبسایت‌های سکولار دموکرات وابسته به صهیونیست مانند خانم سپیده پور آقایی، همه چی جنسا جور در بیار. آقای سعید بشیرتاش که قبلا مال جبهه ملی بود، الان هم همین سخنان دوزاری سکولار دموکراسی رو میکنه. همه کنار همه. جالبه. نفر بعدی علی اصغر سپهری که مهم نیست. نفر بعدی فیلم میم سخن. آقا فیلم میم سخن یعنی چی؟ بگو کی هستی؟ این هم امضاشونه. نفر بعدی جاماس به سلطانی، مهم نیست. و نفر بعدی فرزانه سید سعیدی، اونم مهم نیست. اونه که مهمه من عکساشونو چیز میکنم. نفر بعدی آقای مهرداد سید عسکریه که ایشون هم قبل از برنامه به من پیام داد، خیلی خوشحال بودن چون بیانیهشون به هر حال دیده نشده بود. و ایشون هم بنده خدا مصدقی است و من در 3-4 سالی که در فیسبوک ما هستن، ما آدم خوبیه، بهش احترام میذاریم، ولی من ایشون هیچ وقت دنبال یک آدمی که انسجام فکری داشته باشه ندیدم. بیاین داخل یه چیز رو بگم، نامه بعدی رو بخونم. این بیانیه هم فکر نکنید بیانیه جدی بوده که اصلا قرار بوده موفق بشه اینا. این بیانیه نوع نوشتنش و نوع پخش شدنش یه جورایی رفع مسئولیت بوده، انگار که این آقایون دارن به جای وابستن بیانیه، نه همشون ها، نه همه امضا کنندگان، اصل کاریا رو دارم عرض میکنم. این بیانیه رو دادن که رفع مسئولیت کنن در برابر مواضع جناب زاهدی. و جالب بهتون بگم 70% از امضا کنندگان این بیانیه حتی لینک بیانیه رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر نکردن. میشه آدم بیانیه بنویسه امضا کنه، آقای شاهین نژاد بعد تو فیسبوک خودش نذاره؟ رفتم مابقی رو هم دیدم 70% نذاشتن. اون 30% هم که گذاشتن یک بار تو فیسبوکشون گذاشتن و یک جوری هم گذاشتن که اصلا بحثی را نیفته. اگه کسی هم کامنت داده نرفتن کامنتش رو جواب بدن که بحث را بیفته. کاملا مکانیزم این بیانیه رفع مسئولیتیه، یعنی من میخواستن از سر خودشون وا کنن، انگار که مثلا یک نهادی یک چیزی اومده به اینا گفته یه چیزی بنویسی در برابر جناب زاهدی. اینا رفع مسئولیتی یه چیزی نوشتن، انقدر هم شهامت نداشتن که نام جناب زاهدی رو ببرن علنی. این هم نکته جالبه. نفرات بعدی، نفرات بعدی ببینم کیا هستن.
خب این آقای چیزی که گفتیم مرتضی کاوه شیرزاده که نمیشناسم، دریا صفاییه، خب اینم که خانم آقای بشیرتاشه که نشونش دادم، کاوه طاهری است، یک پناهجوی چپ، مثلا داغون چی بگم، از نظر اندیشه داغون هیچ، برزو مهر طلویی نمیشه، به به نفر بعدی باله، رویا عراقی، اینو باید نشونتون بدم، رویا عراقی کیست، کیا امضا کردن، جالب شده، خانم رویا عراقی کی هستش؟ این خانم سخنگوی رسمی آخون بروجردیس، به چه جالب، بهایی ها، یهودی ها، بروجردی، چه معجون ضد ایرانی جمع شد اینجا، خیلی جالب شد. خب نفر بعدی میخوام بهتون میگم تک به تک باشون کار نه، فاضل غیبیه، ناهید غنیه، نمیشناسم، اوه 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 مریم فقیه ایمانی، این خیلی مهمه، نشونتون بدم ببینید کیه، بله خانومه، اجازه بدید، مریم فقیه ایمانی، این خانومه، میدونید کیه این خانوم؟ ایشونو میشناسید؟ ایشون پدرش آخوند فقیه ایمانی بود، آخوندی بود در اصفهان، از حامیان بسیار پروپاگاندای خمینی در شورش 57، کلی از اعلامیه‌های خمینی رو پدر ایشون، آقا اینی که این نامه رو امضا کردید، پدر همین شخص کلی از نامه‌های خمینی رو در شورش 57 در اصفهان پخش میکرد، یک فرد کاملا ضد ایرانی و ضد پادشاهی. حالا دختر همین آخوند میاد خارج، کنار کی وایستده؟ کنار شیمون پرز، نخست وزیر اسرائیل، رفته در اسرائیل، در تل‌آویو، میدونی سخت چیز میدن، ویزا میدن کسی بره اسرائیل، ایشون رفته اسرائیل و با رئیس جمهور، نشون میگم رئیس جمهور، با نخست وزیر اسرائیل شیمون پرز دیدار کرده، نه که چه خواهد شیک و مجلسی داره میخنده، این آخونده همین انا، من این آخونده چرا بچه هاشون هر کنون میان خارج میافتن تو دامن اسرائیل، چجوری بچه هاتون شما بزرگ کردی، نون حروم به قول خودتون همینه. خانم مریم فقیه ایمانی الان هم در نروژه، به اصطلاح پژوهشگر و فعال صلح در خاورمیانه. فعال صلح در خاورمیانه یعنی چی؟ شیکو مجلسیه دیگه، یعنی فعال پیشبرد اهداف اسرائیل در خاورمیانه. هر کی گفت من فعال صلح در خاورمیانم، بدونین مزدور اسرائیله. من میره کنار شیمون پرز، اینجوری هم عکس میگیره. اینم جالب بود. نفر بعدی. ناصر کاخساز نمیشناسم، نادر کاکاوند نمیشناسم، عرفان کسری نمیشناسم، شیما کلبسی هم میگه که از این مستندسازاست اینا، اونم زیاد مهم نیست. کیوان اجازه بدین، ناصر کاخساز داره. کیوان نادر کاکاوند رو فکر کنم بشناسم، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه مهمه، چون اجازه بدید یه لقه، نفر بعدی ناصر کاخساز خیلی مهمه، بله اجازه عکسشو ببینم، بله این آقای ناصر کاخسازه، ایشون میدونید کیه؟ این چهره میدونید کیه؟ آقای شاهین نژاد عزیزانی که با ایشون نامه امضا کردی، بیانیه امضا کردی، این در گروه فلسطین در زمان شاه بود، گروه فلسطین در زمان شاه یک گروه که تروریستی بود که تخصصی علیه شاه مبارزه مسلحانه میکردن، همین فرد، همین پیرمرد جهنمی است، چند تا سربازان شاهنشاهی دسته این آقای ناصر کاخساز کشته شدن. خب نفر بعدی نادر کاکاوند، عرفان کسرایی، شیما کلبسی، کیوان مشیری. نفر بعدی جالبه، یک بیمار روانی به نام ایرج مصداقی، بله جالب شد، ایرج مصداقی که همچنان افتخار میکنه در دهه 60 مجاهد خلق بوده، خائن بوده، افتخار میکنه هنوز، بله. بعد نفر بعدی آبیده مطمئن فر، نفر بعدی مازیال مکفی که همونی که تو من و تو، تو مهد کودک من و تو برنامه چیز میکنه. نفر بعدی جالبه، کامران ملک مطیعی، این فرد اینجا هم کنار آقای حسینی نشسته، اون دیمونه، کامران ملک مطیعی، جالبه با
بابا آقای کامران ملک موتی شما برو همون زیر آسمان شهرت بازی کن، چیه اونجوری خیلی خوبه خوبه دستت اونجوری میکردی، این کارا چیه؟ نفر بعدی مهدی میرقادری، همین یعنی مالکش نسو دیگه، همین عقب افتاده حامی رضا دیبا. جالبه چه نام های نفر بعدی نیما ناصر آبادی، نفر بعدی به به آقای شاهین نژاد. این عکسشون متعلق به سخنرانی بسیار خوبشون در ارتباط با ساسانیان و موبدان هست در انجمن زرتشتیان کالیفرنیا، که اصلا ما با همین سخنرانی آقای شاهین نژاد شیفته ایشون شدیم. چقدر واقعا آقای شاهین نژاد ما اشتباه فکر میکردیم. ببینید الان کار آقای شاهین نژاد به کجا رسیده، بیانیه رو امضا میکنه که توش میگه آیت الله خمینی حالا اون مهم نیست، واجه است، حالا خواستن احترام میذارن. محتوایی تو اون بیانیه میگه که ما دنبال سکولاریسمیم، آقایی که ضد سکولار دموکراسیه، فرد خائنی چون اسماعیل نوری الان مقاله میده، حالا خودش میرسه به امضای چنین مقاله ای. یعنی تنفر از جمهوری اسلامی اینجوری آدم ها رو میندازه در دامان دشمنی با ایران ها. و همین آقای شاهین نژاد در کنار کسانی امروز میسته به مانند ناصر کاخساز، فرد تروریستی برای گروهک تروریستی فلسطین. یاران در اینستاگرام الان قطع میشید فورا بیاید داخل. ببینید آدم ها چجوری چیز میشن، خراب میشن. ببینید در کنار کیا؟ در کنار فرد بهایی چون مرتضی اسماعیل پور، در کنار فرد صهیونیستی چون پویا دیانیم، حالا بازم هستن از این صهیونیست. و نفر بعدی آقای شاهین نژاد که امضا کردن آقای جورج هارونیانه، این فرده میبینیدش هم قشنگ دارید میبینید یا نه؟ بله، که با نوریزاده مصاحبه کرده. آقای جورج هارونیان از صهیونیستای بسیار چیره، یهودی صهیونیسته. خب این هم امزاگه. نفر بعدی رحیم همتیس، نمیشناسم. نفر بعدی هم بابا محمد رضا یزدان پناه، این دوست عزیز که قشنگ در یک گفتمان مبتذل اپوزیسیون سنتی حسابی واقعا خودشو خراب کرد. خب بیایم داخل. جالب این آقای یزدان پناه به جناب زاهدی برمیگرده میگه که سن بالات مشاهیرتو از دست دادی. شما چون جوانی مشاهیراتونو از دست دادی. امضا کنندگانو دیدی؟ بیانیه که سرتاپا داره چرت و پرت میگه، حضور نظامی ایران تو منطقه فرقه‌ای میدونه، در حالی که آقا جان دیگه مفسران خود آمریکا دارن میام نمانند سفیر گذشته آمریکا توی سوریه میگه آقا کجاش فرقه‌ایه، در شرایطی که مسیحی‌های منطقه لبنان دارن به حزب الله رأی میدن، مسیحی‌ها دارن از سپاه پاسداران حمایت میکنن میرن در ارتش بشار اسد، بعد اینا میگن فرقه ای. خیلی جالبه. بعد برمیگردن یک بیانیه کاملا بی محتوا فقط در راستای رفع مسئولیت که بگن ما با آقای اردشیر زاهدی مخالفت میکنیم، بعد هم یه سری چرت و پرت کنار هم دیگه بدون سند میذارن کنار هم دیگه. و جالبه بیشتر امضا کنندگان خودشون این متن مقاله رو و لینک مقاله رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون قرار نمیدن. آقا شما یا آقای شاهین نژاد عزیز، شما یا کاری کردید قبول دارید یا ندارید. نمیشه که یواشکی برید یه جا یه امضایی بزنید بعد خودتون بکشید کنار. و برام جالب آقای شاهین نژاد، شما بیانیه درست حسابی آخرین هشدار رو با اون همه چهره سرشناس امضا نکردید، اون وقت یه همچین بیانیه ضد کشورمون امضا می‌کنید در کنار کی؟ مرتضی اسماعیل پور بهایی، آقای دیانیم رئیس یهودیان کالیفرنیا، آقای جورج هارونیان از صهیونیستای شناخته شده. خب آره دیگه، جدیداً میبینم میگی صهیونیسم ایرانی ارتباطی وجود داره روی اینا، این قضایا ارتباطی هست. خب اینم که آقای بشیرتاش. آقای بشیرتاش شما مسئول این بیانیه بودید، داستان چیست؟ بگذارید این بخش برنامه رو با اجازه ببندم. فکر میکنم خلده بینندگان ما خودشون اینقدر دیگه بالاست، خودشون نتیجه گیری های لازم رو میکنن. ما فقط وظیفه همون به عنوان یک سرباز حفظ ایران، کسی که در این حوزه، تو حوزه دیگه مخالف آقای داریوش همایون، در این حوزه همان راه داریوش همایون رو میره، در این حوزه راه اردشیر زاهدی رو میره، و بالاتر از همه راه ستارخان رو میره. ستارخان سالها با قاجار مبارزه کرد، زمانی که دیر روسیه تزاری داره وارد خاک کشورمون میشه نامه داد به
شاه قاجار گفت آقا من کوتاه تموم، میام دستت هم میبوسم، میام مثلا میام زندانت. دشمن خارجی غلط میکنه تو دعوای بین من و حکومت ورود پیدا کرده، دشمن خارجی بیا تمومه از قضیه. دعوای ما با جمهوری اسلامی هر سر حجاب اسلام خیلی مواضع وجود داره که از شماها من تندروترم، سر جاش و مبارزه میکنیم تا آخر با جمهوری اسلامی، اما دشمن خارجی بیاد به ما بگه که تو اتم داشته باش نداشته باش، بیاد به ما بگه که کشور شما تو سوریه باشه نباشه، من انقدر ببخشی حروم لقمه بشم بیانیه صادر کنم حرف اسرائیل و آمریکا رو بزنم میگم چرا ما تو سوریه هستیم؟ غلط کرده دشمن خارجی که خودش از 10,000 کیلومتر ورتر اومده اینجا، غلط کرده کشور خارجی که پس از جنگ جهانی اول با 1,000 تا مارموزی برای خودش کشور تشکیل داد به اسم اسرائیل. تاریخو درست خوندیم. به هر حال مواضع ما مشخصه، امیدوارم یاران ایران شهری به خوبی همه مسئله آگاه شده باشن و آگاه هستن. ما وظیفه داریم که فقط برنامه بسازیم مسئله بگیم. برنامه امشبم طولانی شد، این بخشو می‌بندم. سپاسگزارم از همه یاران. ایران بزرگ، آرمان بزرگ می‌خواد.